برای اینکه مفهوم آزادی رو به مثابه مفهوم و به عنوان پراکسیس و عمل فردی و اجتماعی بشناسیم، باز ما باید به شیوه کلاسیک برگردیم به بحث معنا و ماده. یعنی فرق معنا و ماده با یعنی تفاوت بین یا رابطه بین معنا و ماده با اون چیزی که در گذشته بین ایدئالیسم و ماتریالیسم بود اینه که این واژه معنا یه بار اخلاقی نیرومندی داره و آزادی رو هم جز از طریق اخلاق نمیشه فهمید و نمیشه درک کرد. خیلی ها که رفتن از طریق سیستم های پیچیده فلسفی خواستن بفهمن یا از طریق مفاهیم علوم طبیعی رابطه بین جبر و آزادی و اینا رو بفهمن، همون جور که در چند هزار سال تاریخ فکر و اندیشه و فلسفه دیدیم، به جایی و به راهی نرسیدن. تنها جا همون اخلاق و بعد از طریق اخلاق این معنا رو درک کرد، این معنای آزادی رو. و برای اینکه اینو هم درک بکنیم باید رابطهشو با ماده بفهمیم، و برای اینکه اینو هم متوجه بشیم باید قبل از هر چیز بریم تو محیط کودکی و تو فضای خانواده. وقتی که بچه‌ها کوچیکن و تربیت میشن، مثلا در نظر بگیریم بچه هایی که تو خانواده های مرفه هر چه از مادیات بخوان فوراً براشون آماده میشه و تمام ذهن و روح بچه ها صرف این ارضای نیازهای مادیشون میشه، که چون دائما برآورده میشه، دائما هم تولید نیازهای جدید میشه، در نتیجه یک وقتی یه زمانی باقی نمیمونه برای اینکه به مسائل مربوط به معنا، یعنی به مسائل معنوی هم بچه فکر بکنه. و در نتیجه قسمت آگاه ذهنش پر از ماده است، پر از فیزیکه، و در نتیجه مفاهیم معنوی و روابط معنوی، روابط حتی ابسترکت، کمتر فرصت میکنن به پشت ذهن بچه برن، به قسمت ناآگاه ذهنش برن، چون شخصیت بچه در واقع تو همین قسمت ناآگاه ذهن ساخته میشه. و وقتی فقط مشغولیت بچه به مسائل مادیه و چون این نیازهای مادی دائما خودشونو تولید میکنن و با برطرف کردنشون پایان پیدا نمی کنن و همیشه در حال آغاز شدنن، بنابراین این ناآگاه ذهن از مسائل معنوی خالی میمونه، اون قسمت پشت ذهن. اینه که میبینیم در خانواده هایی که مذهب توشون اعمال میشه تو تربیت خانواده، تربیت بچه ها، از این لحاظ وضع بهتری دارن تا اون بچه هایی که این مذهب رو ندارن، یعنی هیچ معنای دیگری هم به جای مذهب ننشسته و به طور دائم التزاید نیازهای مادی جاشون رو با هم عوض میکنن و فرصتی برای اشتغال معنوی ذهن بچه باقی نمیمونه. راهش هم در حقیقت نه اینکه آلترناتیوی به جای مذهب وجود نداره، برای مذهب وجود نداره، هستش، و اون آلترناتیو هم فرهنگه، ولی اون فرهنگ باز معناست، یعنی باز یه مسائل تجریدی هستش که روح بچه رو باید به خودش مشغول بکنه. و اینا رو قبل از هر چیز تو روش
روابط و کنش و واکنش های پدر مادر و اطرافیان و قوم و خویش ها و دوستان پدر و مادر بچه میبینه و در فضایی که تماما رابطه به ماده و مصرف در حقیقت مصروف میشه، بچه فرصتی برای آزاداندیشی پیدا نمیکنه. یکی از راههای اینکه این فرصت آزاداندیشی رو پیدا بکنه رشد، یعنی رشد فرهنگی دادن به فضای خانواده است. ولی بچه رو نمیشه به طور مجرد با فرهنگ آشنا کرد، یعنی یک تیپ فرهنگی به وجود آورد، بلکه اون تو این فرهنگ باید تو محیط خانواده هم وجود داشته باشه. یعنی پدر و مادری که اصلاً با کتاب و مطالعه هیچ رابطه ای ندارن، اولین، یعنی به عنوان روشن فکر دست کم هیچ رابطه ای ندارن، یعنی اولین چشم اسفندیار تربیت بچه اینجا در عمل گذاشته میشه. وقتی که فرهنگ تو خانواده، هنر، فرهنگ، ادب در هر حدی فرقی نمیکنه اینا وجود داشته باشه، مسائل معنوی خود به خود با اونا به وجود میاد. یعنی هنر، ادب و فرهنگ همیشه ابزار انتقال مسائل معنوی تو خانواده و تو جامعه ان. یعنی وقتی فرهنگ باشه بچه یاد میگیره، یعنی یاد میگیره که فعل منفی چیه. آزادی مهمترین سنگ بناش، یعنی آموزش آزادی، آموزش همین فعل منفیه. یعنی یه جور با یه جور نفی فعل، آموختن نفی فعل آغاز میشه. یعنی با اینجا که آدم مجاز نیست به هر کاری و همه نیازها نباید برآورده بشن. یعنی از اینجا بچه شروع میکنه که به دیگری، به مفهوم، با مفهوم دیگری آشنا بشه. یعنی از طریق نفی فعل، از طریق فعل منفی، یعنی اینکه مجاز، ما مجاز نیستیم که همه چیز داشته باشیم، یا مجاز نیستیم که هر کاری رو به خاطر منافع خودمون یا منافع خانوادمون، و وقتی بزرگ میشیم طبیعتاً به خاطر منافع حزبمون یا گروهمون یا حتی کشور و وطنمون مجاز نیستیم انجام بدیم. یعنی اینجا فعل منفی که عرض میکنم، یعنی بحث باید نیست، بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست، یعنی بحث وفاق عملی و خود به خودی با دیگریه. یعنی همون بحث قرارداد اجتماعی هابسیه. یعنی اینکه، یعنی که تو زبان آلمانی برای باید دو تا واژه داریم، یکی موسن، یکی زولن. یعنی زولن یعنی قراره که اینطوری باشه. یعنی این تو قرارداد اجتماعی، تو وفاق عملی، تو روابط ماست که ما باید دیگری رو رعایت کنیم. یعنی من به این دلیل باید دیگری رو رعایت بکنم که دیگری باید منو رعایت بکنه. یعنی این به نفع منه و این با منافع اخلاقی و انسانی و مادی من حتی منطبقه. و یعنی اینجوری با آموزش فعل منفی ما با بچه با فرهنگ ارتباط برقرار میکنه. یعنی با وفاق یه مسئله فرهنگی، تنظیم رابطه با دیگری یه رابطه فرهنگیه. بچه از طریق تنظیم رابطش با دیگری و دادن و قائل بودن حق برای دیگری و از اون طریق حقوق خودش رو تا حد معینی محدود بکنه و اینو به رسمیت بشناسه، با فرهنگ آشنا بشه، با اقدام فرهنگی آشنا میشه و این از طریق نفی فعل عملی میشه. و از این طریقه که فرهنگ جانشین اخلاق میشه، جانشین مذهب میشه. و برای اینکه
اینطوری بشه، عرض کردم به یه چیزهای به یه تجریدات اخلاقی احتیاج هست، فقط با ماده و با علم و با پراگماتیسم این چیز، این آزاداندیشی، این مفهوم اخلاقی آزادی تو خانواده یا تو جامعه وارد نمیشه. برای این منظور یه چیزای ترانساندانتالی از یک یه چیزای پیشینی و غیر تجربی هستش که اینا مهمه که وجود داشته باشه. یعنی نباید از بین رفتن مذهب با نفی اخلاق و فرهنگ توأم باشه، با مجاز بودن همه چیز توأم باشه. یعنی این چیز ترانساندانتال خود مفهوم آزادیه. یعنی باید به آزادی باور داشت، و این رو آزادی هم فقط در رابطه با اخلاقی که خوب شناخته میشه. اخلاق هم برای انسان متمدن دیگه اون مفهوم اخلاق پیشینی جامعه بسته که خودش توسط مذهب تولید میشه نیست. اخلاق برای آدم متمدن، برای جامعه متمدن فرهنگه، و اینی که اشتغال فرهنگیه که جایگزین خوبیه به جای مذهب. برای همینه که وقتی که به این مفاهیم ترانساندانتال تو مسائل تربیتی و اخلاقی ما باور نداشته باشیم، میبینیم وقتی میریم مذهب رو ول میکنیم، میریم مثلا فرض کن مارکسیست میشیم یا هر چیز دیگری، همش مادی و علمی فقط فکر میکنیم. و این رو عرض بکنم که اولین هسته های فلسفی سوسیال دموکراسی وقتی پیدا شد که یه عده‌ای از متفکرین چپ متوجه شدن که مارکسیسم خیلی خشکه و یه جبریت، یعنی این ماتریالیسم تاریخی اون چیزی که منظور مارکس بوده و اینا نیست، و یه جوری قلب ماهیت شده همه چی. اینه که یه عده‌ای از مارکسیست‌های متحول بعدن اومدن گفتن این مارکسیسم باید با کانتیانیسم آشتی داده بشه، یعنی مارکس باید با اون ماتریالیسم تاریخی رو که یه جور جبر محکم میتوشه باید اووردش با اون اخلاق کانتی آشتی داد، و اون ترانساندانتالیسم کانتی باید بره توی مارکسیسم که مارکسیسم به آزادی مجهز بشه. و حتی بعضی از اینها، از این فیلسوفا گفتن که اصلا مارکس خودش به این مفاهیم ترانساندانتال، یعنی مفاهیم پیشینی و برترین معتقد بوده، و از جمله مثلا به عنصر انسان، به عنصر جامعه، به این مفاهیم اینا رو پیشینی و برترین میدونسته و هیچ تجربه ای نمیتونسته که این مضمون اجتماعی حیات انسانی رو نقض بکنه. یعنی حتی اینا گفتن مارکس هم به رغم اینکه ماتریالیسم تاریخی رو گفته، این ترانساندانتالیسم رو توش داشته. من در حدود 20 سال پیش در کتاب گذر از خیال این رو عرض کردم، نوشتم ای به مارکسیسم اینه که به آزادی ارزش ترانساندانتال نمیده. و این مسائل سخت به هم مربوطه، یعنی بی خودی نیست که بعدن تو سیاست میبینیم یه عده‌ای میان و برده احزاب و سازمان ها و اعتقاد خودشون میشن و همه چیزو به خاطر اونا میخوان. بخواد کسی که همه چیزو به خاطر حزبش میخواد یا به خاطر اعتقادش میخواد، فرقی نداره با اون آدمی، با اون سرمایه داری که همه چیز رو فدای سرمایه میکنه. اینا هیچ فرقی با هم نداره، حتی گاه این یکی خطرناکتره.